سلام، این هفته در آفساید واگن‌های زنگ زده مجلس آخوندی بعد از عبور از کش و قوس‌های بسیار و بالا پایینی‌های فراوان بالاخره در یک نقطه جدید با یک ترکیب جدید و یک رئیس جدید توقف کرد. بله، رئیس جدید نیست؟ آرای اخذ شده 276 رأی. این حقیر سراب و تقصیر علی لاریجانی 237 رأی. امروز مجلس ایران علی لاریجانی را به ریاست مجلس جدید انتخاب کرد. بله باشه، با همون رئیس قبلی دوباره استبل ولایت رو البته با یک سری موجودات جدید بازگشایی کردن. حالا اینکه تو جریان این موشندازی بین جناح خامنه‌ای و جناح کوسه چند شدن، کی برد کی باخت، این الان سوال روزه، چون هر دو طرف ادعای پیروزی دارن. هم دار و دسته شیخ وری و پشتیبانانش در آیت الله بی بی سی. مجلس ایران علی لاریجانی را به ریاست مجلس جدید انتخاب کرد. کسی که تندروها از او در انتخابات حمایت نکرده بودند. انتخاب او امروز شکستی برای تندروها، مخالفان دولت حسن روحانی و توافق هسته‌ای ایران و قدرت‌های جهانی. و هم از اون طرف دلواپسا توی کیهان خامنه‌ای تیت زدن که دستاورد امید یا همون لیست اکبر کوسه در بهارستان تقریبا هیچ. پس سوال اصلی اینه که بالاخره ادعای جناح شیخ فری که میگه توی این مجلس دست بالا رو پیدا کرده درسته؟ این درست نیست. پس آیا ادعای دلواپسا درسته که میگن ما بردیم چلو کباب ما خوردیم؟ اینم غلط. پس اینطور که به نظر میرسه ما توی یک وضعیت بلا تکلیف قرار داریم که باید درست و حسابی ببریمش زیر ذره بین. جناح شیخ فری که بعد از انتخابات ادعای پیروزی مطلق داشتند و تمام لیست 30 نفرشون هم از تهران وارد مجلس شده بود و نفر اول لیستشون هم عارف بود، انتظار داشتن که عارف رو روی کرسی ریاست مجلس ببینن. ولی حالا بینشون دعوا شد، اختلاف پیش اومد، ما نمیدونیم، ولی در عمل معلوم شد که اکثریتشون خیلی پفکی بود و با وجود اینکه 140 نفر با بلیت این جریان وارد مجلس شده بودند، حالا دیگه اونجا یا پیاده شدن یا بلیتشون رو عوض کردن، دیگه توی انتخابات رئیس مجلس باشون همراهی نکردن. شاید هم از تاکتیک عکس با عارف رای به لاریجانی استفاده کردن، یعنی توی اون روزای خوب انتخابات از این عکس ها میگرفتن ولی الان دیگه اون عکس ها رو پاره کردن. ترتیب عارف که رویای ریاست مجلس و ریاست جمهوری بعدی رو توی سرش میپروروند، چرتش پاره شد و فعلا توی مجلس نیمکت نشین. جناح دلواپسا که توی انتخابات حتی یک نماینده هم از تهران نتونستن بیارن و نوچشمه ولایت یعنی حداد عادل رو هم بیرون مجلس جا گذاشتن، اومدن با دلخوش کردن به لاریجانی توی شیپور پیروزی بدمن و لاریجانی رو ولو با چسب جرت به خودشون بچسبونن. حسین شریعت مدار: اکثریت نمایندگان مجلس دهم اصولگرا هستند و ریاست آقای لاریجانی بر مجلس را با منافع نظام همخوانتر و همراهتر از ریاست آقای عارف تشخیص دادند. البته چسبوندن لاریجانی به جناح اصولگراها مثل چسبوندن تیک چسب روی یک سطح خیسه، یعنی خیلی زیاد نمیچسبه. اول اینکه لاریجانی همون کسیه که سال گذشته در جریان تصویب لایحه برجام یا به قول خودشون زهرجام برای دولت شیخ فری سنگ تموم گذاشت. اگر بخواد برجام انجام بشود باید این شروط رو رعایت کنم. تصویب شد. مخالفی داره؟ نداره. 245 نفر حضور دارن. باید نام نویسی میکردی. 245 249 نفر بفرمایید پایین شما چه اینجوری میکنی؟ آقا میخوام مخالف صحبت
249 نفر حضور دارن، نمایندگان نظرشون رو اعلام بکن. ای صحبت نکنه کسی. شما تمام آیین‌نامه رو گذاشتی زیر پا. شما اجازه ندیدی مخالف حرف بزنه، اجازه ندیدی پیشنهادات مطرح بشه. اگه آیین‌نامه شما آیین‌نامه رو صبح گذاشتی زیر پا آقای لاریجانی، تموم شد رفت. آیین‌نامه‌ای وجود نداره. دعواهای لاریجانی با مهره‌های خامنه‌ای فقط به سال گذشته محدود نمیشه، بلکه در دوره احمدی نژاد یعنی رئیس جمهور نوششمی خامنه‌ای هم اگر یادتون باشه یک بار کارشون به شاخ به شاخ شدن کشید، اونم وقتی که احمدی نژاد فیلم فساد اخوی لاریجانی رو توی صحنه علنی مجلس پخش کرد. بعد میپرسه از آقای مرتضوی اخیراً علی آقا رو دیدید یا نه؟ مرتضوی میگه اخیراً ندیدم. نه. اون آقا میگه آقا ایشان نظرش بسیار مساعد نسبت به شما و میتواند کمک کند، حتی تلطیف کند با قوه قضاییه. آقای مرتضوی ببین باید خودت روچ به دکتر بگی که آقای زه که همونی که میخواد قرارداد ببنده با تامین اجتماعی باید از قبل من به شما وصل بشود. خود این فیلم اینجا برای ما خیلی مهم نیست، مهم اینه که قرار بوده علی آقا یا همون لاریجانی با پارتی بازی با برادراش کار یه یاروی رو راه بندازه. تا اینجاش چیز جدیدی نبود و همه روز هم داره توی اتاقهای مقامات رژیم در سراسر حکومت این کار اتفاق میفته. اون چیزی که نباید اتفاق میافتاد این بود که فیلم این ماجرا برای مردم علنی بشه و اینجا بود که سریالی از بگم بگم راه افتاد. اگر من مثل شما جلسه ای که اخوی شما آقای داوود احمدی نژاد با من داشت و مطالب زیادی نسبت به اطرافیان شما و جریان انحرافی مطرح کرد، از ارتباط با منافقین، فساد مالی، ارتباط با خارج، من فیلم می گرفتم امروز اینجا پخش می کردم، براتون خوب بود؟ اتفاقا خوب شد شما که مرتب می گید بگم بگم تو کشور را انداختید، امروز این فیلم رو پخش کردید که مردم شخصیت شما رو بهتر بشناسن. این دعوا اینقدر فضاحت بار شد که دیگه حتی خود عثمان احساس کرد که زیر پاش دیگه داره همه چی میلرزه. به همین دلیل خودش هم به صورت علنی مجبور شد که یک تشری بزنه. قضیه پیش آمد در مجلس، قضیه بدی بود، قضیه نامناسبی بود، دفاعی هم که رئیس محترم قوه از خودش کرد اونم یه قدری زیاده روی بود. این چه معنی داره؟ چرا؟ اینم غلط بود. خلاصه اون ماجرا کشیده شد اننهایه به همون قضیه ماندگار استقبال بسیجی ها با لنگ کفش از سخنرانی لاریجانی در قم. اونم نه با یک لنگ یا دو لنگ کفش، حداقل 10 تا. مشاهده کنید. یکی، دو تا، سه و چهار به صورت رگباری میاد، پنج تا، شش تا برد بلند پرتاب میکنه، هفت تا، هشت تا برد کوتاه میدنه، نه تا، ده تا ولی اصابت میکنه به پرده پشت و بسیار قدرتی پرتاب میشه. حالا بریم تو نمای نزدیک ببینیم که خود سوژه چه حالی داره زیر این باران لنگ کفشا. همونطور که میبینید دو تا دروازه‌بان هم گذاشته جلوش که براش کفشا رو بگیرن که ظاهرا خیلی موفق عمل نمی‌کنن. مبارکی برای همه عزیزان باشد و روز مبارکی باشد. بیعت با ملت ایران یک بارچه هست و با این حرف ها هم همه بدانن تابع رهبری است. برای اینکه یه وقت کسی نگه که این کسایی که این کفشا رو پرت کردن یک عده آدم خودسر و از طرف دولت‌های بیگانه بودن، خودشون با گرفتن پوستر و دادن شعار ما رو از هر گونه تحقیق بی‌نیاز می‌کنن. البته همین هایی که دارن برای ولی فقیهشون گلو پاره می‌کنن، دوزارم حرفشو اجرا نمی‌کنن، طوری که یارو شاکی شده. بنده با این کارا مخالفم. اینو من صریح بگم، این کارهایی که در قم اتفاق افتاد بنده مخالفم با این جور کارا. اگر اون کسانی که این کارا رو میکنن واقعا حزب اللهی و مؤمنن، خب نکنن. میبینید که تشخیص ما این است که این به ضرر کشور است.
بله به ضرر کشور است، اما هی تکرار میشه، هی تکرار میشه. یه بار سفارت انگلیس رو میگیرن، یه بار سفارت عربستان رو میگیرن. بله پس ما با یک ولی فقیه مواجهیم که نه توی بدنه این نظام کسی ازش حرف گوش میکنه، نتونسته نماینده های مورد نظرش رو توی مجلس بیاره، توی انتخاب رئیس مجلس هم به یک لاریجانی تن داده که بیشتر تو جبهه جام زهری هست. چطور دلت اومد بری؟ چطور تونستی بد بشی؟ تو عجبی کسیم، چطور تونستی صادرت بشی؟ خب وقتشه که سوت پایان برنامه رو بکشیم و نتیجه رو اعلام کنیم. ما با مجلس آخوندی مواجهیم که در اون هر دو جناح جلوی هم گارد گرفتن، ولی هر دوشون خوب میدونن که هیچ کدوم اکثریتی ندارن که بتونن خطشون رو پیش ببرن. بنابراین توی وضعیت امپاس دلنگون باید ادامه بدن. Oh,